شباهنگ امشب، مروری بر رویدادهای اخیر جهان، گفتگو با سید محمد حسینی شومن سابق صدا سیمای ایران و در گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی به فیلم ابر یا سوپر از کارگردان سینمای غیر متعارف جیمز گان با شرکت راین ویلسن، لیف تایلر، کوین بیکن و الن پیج. فیلمی جنون آسا درباره یک ابرقهرمان خودساخته در سیر و سلوکی مذهبی. عصر جمعتون بخیر. پریسا فرهادی هستم، به شما عزیزان درود میفرستم. امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید برای دیدن شباهنگ امشب. پس از شما دعوت میکنم در 45 دقیقه آینده با ما همراه شد. ما در ابتدای برنامه مروری داریم بر تازه ترین تحولات جهان، از جمله بر رویدادهای خاورمیانه که همچنان بحرانی است. در حرف اول امشب، گرچه سوریه رسانه‌های خبری خارجی را محدود کرده است، اما اسوسییتد پرس گزارش داد در حمله پلیس به تظاهرات ده ها هزار نفر در شهر جنوبی درعا دست کم 3 تن کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز نیز، یک روز پس از دستور آقای اسد مبنی بر اعطای تابعیت به کردهای آن کشور، مناطق کردنشین در شرق شاهد اعتراضهای خیابانی بود. معترضین خواستار آزادی هزاران زندانی سیاسی هستند که بیشتر آنها را کردها تشکیل می‌دهند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر کنارگیری از قدرت را کودتایی علیه دموکراسی و قانون اساسی کشورش خواند. آقای صالح گفت قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیتوانند شرایط سیاسی در یمن را دیکته کنند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مسئولیت حمله هوایی به شورشیان لیبی را بر عهده گرفت و دلیل آن را وضعیت نامنظم صحنه نبرد دانست. تو هرگز ندیده بودند که شورشیان تانک برانند. وی گفت ناتو سرگرم تحقیق در این مورد است. آلاسان واتارا که از سوی جامعه جهانی رئیس جمهوری ساحل آج شناخته می شود، در سخنانی که از تلویزیون آن کشور پخش شد، از همه شهروندان خواست از خشونت پرهیز کنند تا تلاش هایی که برای بازگرداندن اوضاع عادی کشور انجام می شود نتیجه دهد. ده ها هزار فعال مصری در میدان تحریر در قاهره تجمع کردند. معترضین خواستار گسترش اصلاحات شامل محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور شدند. گرچه فعالین مصری معمولاً در میدان تحریر تجمع می‌کنند، اما قاهره روز جمعه شاهد بزرگترین تجمع از زمان برکناری حسنی مبارک بود. و سرانجام این که پس لرزه‌ای روز گذشته در ژاپن دست کم 2 کشته و نزدیک به 100 زخمی بر جای گذاشت. شدت این پس لرزه 7.1 درجه در مقیاس ریشتر بود. شرکت نیروی برق ژاپن میگوید نشانه حاکی از بروز خسارت تازه در نیروگاه فوکوشیما در دست نیست. برنامه شبکه خبری فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. ماهواره نایل سات 7 درجه غربی، فرکانس 11.355 گیگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره عرب سات EB2 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.585 گیگاهرتز، FECH 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4.40 گیگاهرتز، FECH 1/2، سیمبل ریت 20.4، پولاریزیشن افقی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.fecch.org
voapnn.com خط مبرب satellite.cfm دیدن کنید. سیستم اسکایپ سیستمیه که شما رو قادر می‌سازه مقابل کامپیوتر خودتون بنشینید تا با استفاده از این سیستم تصویر و صدای شخص مد نظرتون رو داشته باشید و با اون ارتباط برقرار کنید. این سیستم برای نخستین بار در کشور استونی ساخته و عرضه بازار شد. گزارشی داریم در این ارتباط با هم. یک سال پس از آنکه کیوسک تلفن‌های درون شهری در کشور استونی برداشته شد، برای نخستین بار راهی جدید برای ارتباطات عمومی به نام اسکایپ جایگزین کیوسک‌های تلفن شد. استونی به عنوان نخستین کشور در جهان سیستم اسکایپ را ابتدا در فرودگاه بین‌المللی تالین نصب کرد. توسط سیستم اسکایپ شما می‌توانید به طور همزمان تصویر و صدای کاربر دیگری را از هر گوشه‌ای از جهان داشته باشید. از این رو مسافران در فرودگاه تالین هنگامی که منتظر تعویض هواپیمای خود هستند از این سیستم برای دیدن و حرف زدن با اقوام و دوستان خود استفاده می کنند. اسکایپ که در واقع توسط شهروندان استونیایی کشف شده در سراسر جهان شناخته شده است، اما کمتر کسی از خود کشور استونی اطلاعاتی در دست دارد. هدف کمپانی که سیستم اسکایپ را طراحی کرد ترویج فرهنگ استونی به خارج از مرزهای آن کشور بوده است. مرلین پرلی سخنگوی کمپانی که سیستم اسکایپ را طراحی کرده میگوید ما دولت، انتخابات، مدرسه و سیستم بیمه خدمات اجتماعی داریم. این در حالیه که ما کاشف سیستم اسکایپ هم بوده ایم. از این رو استونی جزء کشورهای پیشرفته به شمار می رود. And now we have also the first Skype booth and we already give our knowledge to other countries, so we are definitely one of the most developed e-countries in the world. گفتنی است که طرح تصویری سیستم اسکایپ از فیلم مشهور اوییدر الهام گرفته شده است. لوازم لازم برای راه اندازی سیستم اسکایپ یک صفحه نمایشگر که با اشاره دست کار می کند، یک دوربین، بلنگو و یک میکروفون است. هنگام ورود کاربر به کیوسک سیستم اسکایپ چراغ سبزی روشن می شود. همچنین برای اعمال ایمنی بالاتر هنگام خروج کاربر از کیوسک این سیستم طوری طراحی شده که کاربر را به طور خود به خود از سیستم خارج می کند. سیستم اسکایپ در مقایسه با تلفن همراه فرای رایگان بودن تصویری نیز می باشد. سیستم اسکایپ همچنین بسیار سریع همگانی شده و در هتل‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز خرید استونی وجود دارد. گزارشی از صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. امنیت شخصی کاربران اینترنتی ایرانی در چند ماه اخیر بحث‌های زیادی را برانگیخته، به خصوص پس از اخبار مهمی که در مورد شنود سایبری توسط حکومت ایران پخش شد. با آرش علایی هستیم تا در مورد امنیت اینترنتی صحبت کنیم این بار. خب آرش، درود بر تو. یک بررسی در فضای فیسبوک نشون میده که فیسبوک بسیار محبوب در ایران و خب خیلی از فیسبوک برای اطلاع رسانی استفاده میکنن، مثل همین جریان انتخابات ایران که خیلی ها عکس و فیلم و اینا رو فیسبوک گذاشتن. خب حالا این سوال هست که آیا منصفانه است که بگیم فیسبوک یکی از هدفهای اصلی سانسور برای حکومت ایرانه؟ من فکر میکنم که جواب این سوال کاملا مثبته، با توجه به اینکه درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری فیسبوک که یک رسانه است الان برای خودش در ایران فیلتر شد و بعد از انتخابات هم دیدیم که اصلا رسانه‌های مختلف حکومتی مثل صدا و سیما شروع کردن به ساختن برنامه‌هایی که مثلا میگفت که فیسبوک رو دستگاه اطلاعاتی آمریکا درست کرده برای جاسوسی. تا و این پیش زمینه، وقتی نگاه کنید حکومت ایران، پیش زمینه سانسور در هر زمینه است. اول یک پیش زمینه ذهنی از طریق تلویزیون و رسانه‌های مختلف و بعد هم به صورت عملی. اما اخبار و گزارش‌های مختلف هم وجود داره در مورد اینکه مثلا ایرانی‌هایی که برمیگشتن از خارج رو در فرودگاه ها اومدن و وادارشون کردن که برن توی اکانت فیسبوکشون و ببینن که چه داستانی وجود داره. علی ای حاله، چیزی که فیسبوک ارائه میده به کاربرها، اگر اتاق فرمان لطف کنن و اون صفحه اول فیسبوک نشون بدن، من حالا این اکانت خودم رو خواستم نشون بدم. شما در به عنوان کاربر فیسبوک وقتی وارد اکانتتون میشید، سمت راست رو همونجوری که میبینید وقتی اکانت رو میزنید و میرید به قسمت اکانت سیتینگ که در واقع اطلاعات شخصی شما رو اونجا بالا پایین میکنه، یک قسمتی داره تو هم صفحه اول، صفحه سیتینگش که اسمش هست اکانت سیکیوریتی.
یا امنیت در واقع اون اکانت شما. شما میبینید که دو تا آیتم اینجا دارد که شما میتونید این رو روشن یا خاموش بکنید. با اون آیتم اولی به کاربر فیسبوک این امکان رو میده که از پروتکل HTTPS استفاده کنه، که این پروتکل پروتکلی است که تمام اطلاعات کاربر رو تبدیل به کد میکنه و کد گذاری فیسبوک خب شکستنش قابل امکانه، چون فیسبوک از پروتکل های امنیتی استفاده میکنه که بانک ها هم استفاده میکنن. در درجه اول من فکر میکنم کاربرانی که در ایران دارن کار میکنن این رو باید توجه داشته باشن که استفاده از پروتکل HTTPS که بعد باعث میشه اون بالا در قسمت سمت چپ که شما آدرس رو میبینید به جای HTTP HTTPS نوشته باشه و یک لاک، یک قفل هم بیاد، به کاربر امکان میده که این اطلاعات رو کدگذاری کنه و عملا شنود اینترنتی رو امکانش رو از بین ببره. خب برای کاربرانی که عضو فیسبوک هستن مثل خود من، چجوری میتونن اینا اون اطلاعاتشون رو که گذاشتن توی فیسبوک هر کدوم از اونها رو به طور جداگانه کنترل بکنن؟ خیلی سوال خوبیه، به خاطر که معمولا فیسبوک سعی میکنن کسایی که در ایران هستن به عنوان دوستیابی استفاده کنن و خیلی وقت هم واقعا نمیذارن که برن و جزئیاتش رو پیدا کنن، در صورتی که بسیار مهم است که شما از ابزاری که استفاده میکنید اطلاع داشته باشید که اصلا چجوری کار میکنه و شما چجوری میتونید باهاش کار کنید. اگه فرمان لطف کنند باز هم به صفحه فیسبوک برگردن، در قسمت دوم باز هم فیسبوک به شما یک آپشن هایی رو میده، به شما یک انتخاب هایی رو میده که با اون انتخاب ها شما میتونید میزان اطلاعاتی که از شما به سمت فیسبوک کاربران به و خارج از فیسبوک داده میشه رو کنترل کنید. این پرایوسی ستینگ رو که شما میزنید در اکانت قسمت پایین، اگر بیاید یه خورده اگر آروم‌تر اتاق فرمان بره، اون پایین کاستومایز ستینگ هست که به شما امکان میده اطلاعاتی رو که از طرف شما به سمت بقیه کاربران فیسبوک میره کنترل کنید. اون رو اگر کلیک کنید میبینید که انواع و اقسام اطلاعات هست، از اون اطلاعاتی که مثلا حالا من اینجا در مورد خانواده‌ام دارم، در مورد چیزایی که بهش علاقه‌مندم، در مورد وبسایت‌هایی که دوست دارم، و بعد شما میبینید که این امکان رو به شما میده همونجوری که نشون داده میشه اینجا در سمت راست از اون باکس، که این اطلاعات رو همه ببینن، دوستان شما ببینن، فقط دوست شما ببینن، و اگه اون کاستومایز پایین رو هم لطف کنن بزنن روی همون آپشن دیگه هم داشت. بله دقیقاً، اگر لطف کنی امید جان همون توی همون کاستومونجا بری، آره اون پایین کاستومایز رو اگر بزنی اون پایین به شما یه آپشن دیگه میده که برای کاستومایز کردنش شما میگی تعریف میکنی، مثلا میگی دوستان من فقط من این اطلاعاتو بدونم یا هیچ کس اصلا این اطلاعاتو نبینه. من اطلاعاتو با فیسبوک در میون میذارم اما به فیسبوک اجازه نمیدم که این اطلاعات رو به هیچ کس نشون بده، حتی اگر توی لیست دوستان من باشه. و من اینو مخصوصا در مورد ایرانیایی که داخل کشور هستن میبینم، مثلا عکسای خصوصیشون رو میذارن رو فیسبوک و بعد میبینن عکسای خصوصیشون سر از جایی در میاره که اصلا انتظارش رو نداشتن. دلیلش اینه که این تنظیمات رو درست نکردن، برن و این تنظیمات رو یه خورده وقت بذارن، یکی دو دقیقه انگلیسی بسیار ساده ای هم میخواد و احتیاج نداره که آنچنان هم انگلیسی بدونید و میتونید تنظیمات رو بالا پایین میکنید و اونو تغییر بدید. ممنون از آرش عزیز، مرسی پریسا، به دنبال برنامه توجه بفرمایید. سری به دنیای مد بزنیم. هفته مد در گرجستان با شرکت مد دوستان و طراحان داخلی و بین المللی برگزار شد. با هم این گزارش نگاه میکنیم. Fashion is art, art is fashion، یا هنر مد است، مد هنر. شعار هفته مد در گرجستان یکی از بزرگترین مراسم بین المللی مد در این کشور بود. سازمان دهندگان این برنامه عقیده دارند که صنعت مد در کشورشان بسیار جدید است و باید راه طولانی را برای شهرت در صنعت بین المللی بپیماید. مراسم افتتاحیه را بستین د المدیا طراح با به نمایش گذاشتن لباس‌های متعلق به قرن 20 آغاز کرد. ماکا متروولی مدیر هفته مد گرجستان می‌گوید تجربه نشان داده است
که تنها به نمایش گذاشتن لباس‌ها بر صحنه مد برای رشد صنعت داخلی گرجستان کافی نیست. ما طراحان و دستاندرکاران ماهری رو از ترانول به این برنامه دعوت کردیم تا به طراحانمون یاد بدن که چه کارهایی برای توسعه دادن و پیشرفت در خارج از کشور لازمه. این موضوع هدف اصلی ماست. امیدواریم این کلاس‌ها بتونن به طراحان جوان ما کمک کنند. ترانول شرکتی فرانسوی است که نمایندگان خود را برای آموزش طراحان مد تازه کار به نقاط مختلف جهان می‌فرستد تا طراحان جدیدی را پرورش دهند. سوفی ترم یکی از کارکنان این کمپانی است. جورجین دیزاینرز هاف دیس ریل ثینگ اباوت کاتس اند پروداکت. طراحان گرجی مهارت خوبی در برش و تولید دارند. همه آنها نظر و ایده های خود را دارند. این چیزیه که من در هیچ کجای دنیا ندیدم. پانزده طراح گرجی و سه طراح خارجی در هفته مد گرجستان شرکت کردند، اما همه آنها شرکت در کلاس‌های ترانول را بهترین قسمت این هفته دانستند. دایان پرنت طراح مد و کسی که استیل خود را در دهه 80 خلق کرد و اکنون خبرنگار و بلاگ نویس است نیز در این مراسم شرکت کرد. شرکت او گامی برای بین‌المللی شدن صنعت مد در گرجستان است. به دنبال استیل‌هایی نیستم که در اروپا می‌بینیم، بلکه دنبال چیزیم که مختص به اون کشور باشه و با اون چه در بازارها پیدا میشه متفاوت. هر دوی اونها رو اینجا پیدا کردم. هفته مد گرجستان در سال 2010 آغاز به کار کرد و تا کنون 25 نمایش مد توسط 35 طراح را به نمایش گذاشته و 60,000 بیننده دارد. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. خب در این قسمت برنامه گفتگوی خواهم داشت با سید محمد حسینی، یکی از شومنهای محبوب ایرانی در صدا و سیما. محمد حسینی در سال 1348 در شهر ری متولد شده، در رشته فیزیک کاربردی تحصیل کرده و 11 سال در تلویزیون ایران به نویسندگی، کارگردانی، بازیگری و اجرای شو پرداخته. محمد حسینی در سال 1384 از ایران خارج شد، در دبی و قبرس زندگی کرد و حالا 50 روزه که در واشنگتن. میکروفون چیکار می‌کنی؟ تو خودت اینجا بایی میگم اگه اینجا بینم، بایی بیا اینجا مردم ببینن داره خیلی گوشی منو. حالا این دوتا بیا سبد رو ببر. خب خیلی خوش اومدید برنامه شباهنگ. لطفه شما، مرسی که دعوت کردید. خواهش میکنم. خب در ابتدا بفرمایید که از چه سالی وارد تلویزیون شدیم و چطور شد که کارتون رو با صدا سیما شروع کردین؟ چون رشته تحصیلتون که فیزیک کاربردی هست، چجوری میشه رفت اشتاد به هم؟ ببین الان دیگه همه چیز به هم رفت پیدا کرده. عرض عموز شما که من سال در اصل میشه گفتش که 73 وارد تلویزیون شدم، بعد دیگه همطور ادامه دادم توی رفتم به فیزیک ادبیات، همه چی به هم داره. مثلا میگی ما جمهوری اسلامی، یه اسب بذاری بغلش میشه صفت، اگه درست باشه میشه صفت موصوف، اگه اسب رو ورداری میشه مضاف و مضاف الیه، یا میشه ما نمیدونیم مثلا قرینه لفظیه، یا فلور کلور بروم یود استاتین بعدش جمهوری اسلامیه. مثلا میگم مثال یک کلمه جوری یک جمله این شکلی، یا بعد از کربن سیلیسیوم جرمنیون قلصر معادلات لاگرانژ چی شد، جمهوری اسلامی تو معادلات لاگرانژ. یعنی قانونا همه چیز آدما شده سیاسی و هنری و اینا همه توی هم دیگه است. خب شما چطور شد که با تلویزیون کارتون رو شروع کردید؟ من عرضم حضور شما که از 73 توسط یکی از دوستامون آشنا شدیم و رفتیم وارد تلویزیون شدیم، که بعد دیگه نویسندگی، کارگردانی، مجریگری دست توش انجام میدادیم. اول کدوم کار انجام دادیم؟ اول نویسندگی، بازیگری. بازیگری در کدوم؟ اعتمادی توی سال 73 بود، چند تا آیتم بود. بعد از اون یعنی یک ماه بعدش که دیگه وارد ساعت خوش بود؟ نه
نه نه بین سال 73 یه برنامه اتل کار طنز چیزی شروع شد که ما توش انجام دادیم، کارو انجام دادیم، بعد رفتیم برنامه نیم نگاه و همینطور به ترتیب و مسابقات تلفنی و که یه مسابقات جدیدی بود که برای کسایان تهیه کننده الان تو کاناداست، ایشون خیلی لطف کردن که از بهترین تهیه کننده ها بودن که اون مسابقه تلفنی ما در اصلش کار انجام دادیم، بعد یواشاش وارد تاک شو اینا شد. خب شما استخدام رسمی صدا سیما بودین؟ نه خیر، 4 سال آخر تلویزیون خیلی تلاش کرد که من استخدام بشم، مزایام میدادن و شرایطش مشخص بود ولی به دلایلی من استخدام اصلا نه استخدام صدا سیما نیستم. خب بعد شما چطور شد که از صدا سیما اومدین بیرون؟ آیا خودتون خواستین بیاین بیرون، استعفا دادین، اخراج شدین، چی شد؟ ببین اولا که خودم اومدم بیرون، بعد ما به او مشتاق بودیم، او به ما محتاج بود، کلمه شوخیه ولی وقتی که مردم طرفدارت باشن تلویزیون کاری نمیتونه بکنه. بعد من هم درگیر شدم و بعد از تلویزیون اومدم بیرون و در زمزور شما که و خودم خارج شدم. خب چرا خواستیم که با این همه طرفداری که داشتین، شویی که داشتین، اینقدر محبوب بود، چرا درگیر شدیم؟ همه چی پریسا جان پول نیست، همه چی شهرت نیست، این شهرت رو مردم به من دادن پس باید اینو پاسداری کنم ازش. نکته اینه که وقتی آدم میبینه که مردم ناراحتن، وقتی میبینه که فشارهای روانی رو مردم زیاده، آدم دیگه اصلا رغبت نمیکنه کار درست انجام بده. یعنی میبینی استرس بهت وارد میشه، یعنی تو توی بغضی هستی، حالا بخوای مردم رو بخندونی. یکی از دلایلش این بود که علاوه که مردم مخالف بودن، یعنی واقعا مخالف بودن، دوم اینکه یه سری اخباری به ما میرسید از اینکه این آدما رو مثلا کشته شدن، اون اینجوری شده، این اینجوری شده، تو زندان اینجوری مثلا بوده، خیلی از قبل از این انتخابات اینا به گوش ما میرسید و همین خاطر اون لحظه تصمیم گیری، یک زمانی آدم میرسه به یه دوراهی بعد یکیش انتخاب کنه و من بین اون دوراهی موندم یه لحظه و انتخاب کردم. حالا انتخابم شاید درست باشه، شاید غلط باشه، ولی همون شاید درست است درست. خب در مورد ساخت یک برنامه در صدا سیما ایران برامون بگین. من خودم خیلی دوست دارم بدونم که یک برنامه در تلویزیون ایران چطور ساخته میشه. بستگی داره، برنامه خودمو بگم. چه کسانی تصمیم میگیرن؟ برنامه خودتون. آخه برنامه من برنامه دیگران خیلی فرق میکنه. به خاطر اینکه تو یک برنامه که میخواد ساخته شه، مثلا بر مثلا میگم یک سریالی، یک برنامه تلویزیونی مثل مهتاب، یه جنگی بود که ما وسطش سریال زنده کار میکردیم، یعنی به صورت لایو، به صورت زنده سریال کار میکردیم، بازیگران رو توش بازی میکردیم. خب اونجا تو فضاش مشخصه دیگه. حالا اگه منظورت اینه که مثلا ما سردبیر داشتیم، نه تو برنامه ما نبوده. آیا تو برنامه ما خودمون تصمیم میگرفتیم؟ یعنی حالا دیگه اینقدر... تصمیم گیرنده کی بوده؟ ایده از کجا میامد؟ خود مجری؟ ایده همونجا من مینوشتیم. آره همون موقع. یعنی هیچ سردبیری نداشتیم که بداهه. خب اگر بداهه بود، آیا هیچ وقت شده بود که شما در برنامه صحبتی بکنین یا حرکتی انجام بدین که بعداً دچار مشکل بشین یا به شما بگن چرا این کار انجام دادین؟ بله خیلی وقت اتفاق افتاده. خب خیلی به هر حال برنامه لایو همینطوری هم هست، یه سری حرفایی رو ما میزنیم. بعد مثلا من در یکی از برنامه ها 3-4 سال قبل از اینکه راجع به انرژی هسته‌ای حرف بشه، عرضم حضور شما که یه آهنگی خوندم که توش میگفتش که عجب بهاری داشتیم، چه روزگاری داشتیم، اتم متم نداشتیم، این همه بمب نداشتیم، میدون رو تنگ میکردیم، مردونه جنگ میکردیم. ما چه میدونستیم قرار انرژی هسته‌ای و انرژی اینا از راجع به اینا حرف بشه؟ ما رو دوست داشتم گفتم این شعر رو چه هی میخونی تو؟ گفتیم بو اومده. خب اون بو از کجا اومده؟ الان یه بوهای جدید داره میاد. خب ببینید این که شما داری میگی، بعد بگینیم بو از کجا اومده. ببین یه چیزی بهت بگم، بعضی چیزا رو حسا متوجه میشی. مثلا از کجا میدونین حستون درست؟ همیشه درست است، ولی تو حساب کن من 2 میلیون ایرانی رو نزدیک دیدم، 11 سال 230,000 دقیقه برنامه، قطعا دیگه آدم شناسیم درسته، یعنی اون حسه درسته، نمیگم 100% درسته ولی دیگه 60% درسته. الان مثلا میگم من همین الان میتونم بگم که یک سال دیگه چی میشه، چجوری میتونی پیش بینی بکنی؟ پیش بینی نمیکنم، فالگیری نیست، مشخصه. ببین الان جهان رفته به سمت دموکراسی، الان تازه ابرقدرت های جهان فهمیدن که حرف سعدی رو فهمیدن، چوزی به درد آور از روزگار دگر عضوا رو نماند. قبلا فکر میکردن که اگه توی یه کشوری 4 تا آدم میکشن به ما ربطی نداره، ولی حالا فهمیدن تعداد زندانیهای سیاسی و مذهبی در یه کشور زیاد میشه، نشون میده که دیکتاتور داره پول میخوره، با این پولا القاعده درست میکنه، حمله میکنه، 11 سپتامبر بیشتر میشه.
یعنی حملات بیشتر میشه. اینا به هم ربط داره پریسا جان. الان بعد از 135,000 سال ملت جهان تازه فهمیدن که باید دیکتاتورها برن. شعور ببین چقدر قشنگ شده. لیبی آدم میکشن، ناتو بلند میشه. آفرین به این شعور. این شعوره. ما میگیم آقا این دوتا بیت سعدی رو بفهمیم. آقا این نگیم این یهودی، این بهایی، این مسیحی، این زرتشتی، این سلطنت طلب. آقا آدم نکشیم، قربونتون برم، آدم نکشیم. حالا اگر قراره کسی آدم ها رو بکشه، ناتو با شعور شده. یادتون باشه که سعدی رو فهمیده. ایشالله به عطار برسه. بریم یه تیکه از کارتون رو ببینیم برگرد. این ویدئوه منو نجات داد از تلویزیونا. یادت باشه. جدی چطور؟ بخاطر وقتی این کارا رو کردم دیگه گفتن نمیخواد دیگه برگردی، بعد از دو سال اینکه هی میگفتن برگرد بعد. این ویدیو کجا درست شد؟ امارات. در امارات درست شد. خب بفرمایید که حالا که به آمریکا اومدین قصد موندن دارین؟ بله. خب میخواین چی کار کنین؟ میخوام کار هنری انجام بدم. الان دیگه هنری و سیاسی قاطی شده دیگه. الان هنری و سیاسی قاطی شده. یعنی الان یه فضای مخلوط تو هم. ولی بله میخوام کار هنری بکنم، احتمالاً تو یک شبکه یا یک شوی دو سه جام صحبت کردم. ولی هنوز مشخص نیستش که با کجا قراره همکاری کنیم. 51%. بله میتونیم بگین قراره با کجا همکاری. نه ولی نگه داشتم دیگه. بذارید که یواشکی بگم. خب شما تو برنامه پارازیت با مصاحبه‌ای که با کامبیز داشتید گفتین که موازی سیاسیتون رو در موردش صحبت نکردین. گفتین که من باید اول مردم از من بخوان و بعد من در موردش صحبت بکنم. خب حالا می‌بینیم که با توجه به اینکه این همه کامنت میاد، این همه سوال میاد، کلی برای ما ایمیل فرستادن، برای من مسیج فرستادن و گفتن که از شما بپرسم که موازی سیاسی شما. اسمت رفت تو روزنامه کیهان امروز این سوالا رو. ببین عزیزم، من خیلی روک و پوسکنده عرض کنم خدمتتون. ما میگیم آقا جان، مثلا من یه دونه گفتم توی یکی از ویدیوهام، گفتم که سیامک علی‌قلی کشته شد. سیامک علی‌قلی را مرد. این را یعنی چی؟ الان رضای صفدری را مرد، یکی از مجرای تلویزیون. چرا؟ اینا رو برای چی باید بگم؟ اینا افشاگری ها چیه؟ شما نگاه کن، تلویزیون یهو وسط فوتبال استقلال و پرسپولیس یهو اعلام میکنه که رضای صفدری که 7 سال با دولت ایران مشکل داشته، با تلویزیون ایران مشکل داشته، اینا آوردن پرورش کردن و 6 ماه حالا نمیگن کجا مرد، چرا مرد، کی مرد، برای چی مرد، هیچ بیان نمیشه. رضای صفدری فقط مرد. چرا اینو نمیگن؟ برای اینکه میخوان اون اسماعیل پدر میرحسین موسوی چون فوت کرده مردم یهو نریزن تو خیابون. یعنی جنب سیاسی. شما اینو از کجا میدونید؟ ببین قربونت برم، کاملا معلومه برای آقای جنتی دامت حفاظاتو فوت کنن وسط استقلال پرسپولیس اسمش نمیارن. چرا؟ به خاطر اینکه الان نگاه میکنن ببینن کجا مردم دارن میریزن بیرون. مخاطب مهمه. وقتی احساس کنن یک گروهی دارن میریزن بیرون، این اتفاق میفته. مثلا سر سیامک علی‌قلی این آدمو 4 ماه بردن آوردن که امضا کنم من جاسوسم. گریه میکنم، تو برنامه بودم. آدم باید بگه. ببین یه از من آدم خوبی نیستم، ولی یه کوچولو شرف، یه کوچولو باید داشته باشم دیگه. الان باید چیکار کنم؟ همین آقای رضای صفدری اعلام کنن چجوری مرد. همین که یه ها مرد، زنگ زنن خدا گفتن آقا میر اسماعیل مرده، لطف فرمایید برای اینکه مردم تظاهرات نکنن یه اسرائیل رو فزی نفر بکشه. حضرت اسرائیل هم گفت مجری 23 رو که نمیشه کش، پس چه اشکال بهتره رضا صفدری بکشیم که با شما مشکل داره. ولی آیا این حدسیات شماست یا طبق سند است؟ وقتی تبلیغات من میشناسم، من باید 45 دقیقه واسه مردم بیام توضیح بدم که ادورتایزینگ تبلیغات دولت چجوریه. اینا تحلیل یک خبره. ببینیم چرا تمام 1, 2, 3, 4, 5 شبکه های یهو راجع به رضای صفدری که اصلا دولت باش مشکل داره دارن حرف میزنن. چرا بعد این اسم این آدم رو یهو بزرگ کنن؟ این آدمی که بهش کار ندادن، آدم بزرگی هم بود،
ولی کار بهش ندن، اذیتش کردن، بیچارهش کردن. من سوالم، من میگم مردم عزیز، قربون شکل مالتون برم، چرا گرگ وسط میدون آزادی نمیره دیگه؟ به خاطر اینکه شهرسازیمون درست شده. حالا اگه این گرگ ها، ما باید دعا کنیم خدای گرگا رو بکشه، یا مردم جهان ریختن گرگا رو توی بیابون کشتن یا تو جنگل؟ نه، من میگم ما اگر شهرسازی دموکراسیمون درست بشه، هیچ گرگ دیگه رئیس جمهور نمیشه. ما بیایم اصل اون سینه، اون چارچوب اصلی دموکراسی رو در کشورمون درست کنیم، اون وقت ببینم هیچ گرگی میاد بشه رئیس جمهور. هی دعا نکنیم گرگا بمیرن، باید گرگا زندگی کنن. ما با خشونت مخالفیم، با قتل مخالفیم، گرگا هم زندگی کنن ولی رئیس نشن. خب سوال آخر من، این که خیلی از بیننده ها پرسیدن که چطور برادرای شما الان در تلویزیون صدا سیما دارن کار میکنن. 16 سالم بوده خانواده ما دموکراسی داشته. یک، حالا یه سری مسائلی هم هست که نمیتونم الان بگم، میخوام تو ویدئوام بگم، ولی تو خانواده ما دموکراسی برقرار بوده، هر کس تصمیم خودش رو میگیره. خیلی ممنون، مرسی از شما که درست کردین از شبوهنگ برنامه بسیار دیدنید. سپاس. به دنباله برنامه توجه بفرمایید. مرسی. و در گزارش سینمای امشب برای علاقمندان سینمای غیر متعارف و هنری آمریکا، بهنام ناطقی می‌پردازه به یک فیلم غیر عادی و جنون‌آسا به نام ابر یا سوپر، که چند تا از ستارگان تلویزیون و سینمای حرفه‌ای رو کنار هم قرار میده. خب بهنام، نمایش سوپر رو خیلی محدود شروع کردن در سینمای هنری برای عده خاص، و خب ظاهراً فیلمی که منتقدها خیلی درباره‌اش قلم فرسایی کردن و پیش‌بینی شده که نمایشگرانی که نمی‌دونن با چه جور فیلمی روبرو خواهند شد در سینما احتمالاً عصبانی میشن. آره دیگه، از اون فیلم هاست که هرس میده بعضی از تماشاچیاشو. سینمای تجربی و غیر متعارف رو میبینیم در سالهای اخیر که همش فیلمای ساده و مینیمال و واقع گرایانه میساختن، ولی به قول منتقد پیشکسوت اندرو هر، این سوپر فیلمیست که عکس العمل به اون سینمای غیر متعارف، یعنی یه جور ضد غیر متعارف ساخته. فیلمیست که در جشنواره دانشجو پسند مثل ساوث بای ساوث وست و کنفرانس کتابای نقاشی مصور مثلا کامیک کان نمایش داده شد، پر است از کمدین ها و هنرمندهای عمده که بعدشون نمیاد توی کار تجربی ظاهر بشن، مثلا سارا سیلورمن، نیتن فیلیون که تو فیلم استیلر کار قبلی همین کارگردان بود، الن پیج، لیف تایلر که کنار پدرش استیون تایلر از گروه ایروسمیت اومده، همچنین لیندا کادلاین، اریک پولادینو و کوین بیکن، خیلی های دیگه. سوپر که بازگشت سینمای تجربی از نوع بی سر و ته رو داره نشونه میزنه، از خیلی جهات تجربی ترین کارهای ژان لوک گودار رو به یاد میاره. همونطور که اشاره کردیم، میتونست خیلی از تماشاگرهایی که نمیدونستن باید چه فیلمی رو ببینن عصبانی کنه. فیلم سوپر کال جیمز گان هست، هنرمند که الان 40 سالش هست و هم فیلمساز هست، هم بازیگر هست، هم موسیقیدان هست، هم روزنامه نویس هست، هم رومن نویس هست، هم کارتونیست هست، و معروف‌ترین فیلمش، در واقع اولین فیلم هالیوودیش، اسکوبی دو بود که مربوط به 8 سال پیش بر اساس اون سریال کارتونی مشهور قدیمی سناریستش بود جیمز گان، که خیلی نوجوانا ازش استقبال کردن و به قول نیویورک تایمز تعبیر نیم موفقی بود از یه ایده بسیار احمقانه. و ضمناً جیمز گان معروف است که این فیلم اسلیتر رو ساخته بود، یه فیلم علمی تخیلی چندشاور پر از خزنده های عجیب غریب. 5 سال پیش علی‌رغم اینکه نزدیک به 30 میلیون دلار خرجش شده بود، 12 میلیون فروش کرد، و این علی‌رغم این بود که بهترین نقدا رو گرفته بود، 85% نقداش مثبت بود. اینا رو گفتم تا جای خاصی که جیمز گان در فضای فرهنگ عامه داره مشخص بشه به عنوان یه هنرمند نترس و بیکله که شهامت پرداختن به ایده‌های عجیب غریب و غیر عادی و غیر متعارف و ضد بازار رو داره. رین ویلسون میگوید داستان فیلم یک سیر و سلوک روحانی است که این آدم دنبال آن است، که از همون اول فیلم شروع می شود که شخصیت او گریان و لرزان یکی دو دقیقه دست به دعا و نماز میگذارد. ویلسون میگوید نادر است در فیلمی، به خصوص یک فیلم کمدی، که کسی رو در حال دعا نشان بدهد و خدا از سقف اتاق او پایین می آید و مغز او را لمس می کند. رین ویلسون میگوید همیشه خط فاصله ظریفی هست بین کسی که یک بینش مذهبی دارد و خیال میکند برگزیده خداست، که یعنی مجنون روانی است، و کسی که ضد اجتماع است یا سوسیوپاث، و شخصیت او در این فیلم در این مرز سیر میکند. گاهی دل تماشاگر برایش میسوزد که حق با اوست، و گاهی تماشاگر شخصیت رو دیوانه و مجنون میپندارد.
دیدار با خدا آشپز خل بخت برگشته رو وادار میکند که از پارچه کشدار برای خودش شلوار سوپرمنی بدوزد و اسم خودش رو پیکان ارغوانی میگذارد و به شدت کتک میخورد. الن پیج نقش دستیار رو بازی میکند در داستانی که بعضی اون رو به فیلم درخشان سال گذشته کیک اس تشبیه کردند. I can very much see how somebody thinks this movie is like kick ass before seeing it. کارگردان جیمز گان میگوید راحت میتواند درک کند که چرا فیلم سوپر رو قبل از اینکه ببینند شبیه کیک اس دانستند، اما میگوید اگر بعد از دیدن این فیلم باز هم کسی اون رو مثل فیلم کیک اس بداند معلوم میشود که مغز خودش خراب است. او میگوید فیلم سوپر یک داستان شخصی است درباره مردی که میخواهد زنش رو بازگرداند و رابطه این مرد با خدا و اخلاقیات، و میافزاید که خشونت فیلم واقعی است و از لباسهای ابرقهرمانی و عملیات ابرقهرمانی در این فیلم ابرقهرمان بشه چی است اصلا؟ خب درسته یه دسته فیلم هست مثل همون کیک اس که پارسال اومد که یه توش آدم معمولی تحت تاثیر داستانای مصور سعی میکنه ابرقهرمان بشه یا خیال میکنه ابرقهرمان شده. در میون این فیلم ها به قول تایبر منتقد باستون گلوب فیلم سوپر موفق میشه که تماشاچی رو در ناراحت کننده ترین موقعیت قرار بده. تایبر نوشته البته هر کی که شلوار کشی تنگ پاش کنه که مثل سوپرمن علیه تبهکار وارد جنگ یک تنه بشه، خب طبعا آدم خل و مجنونی باید باشه، اما انگیزه این قهرمان خود ساخته که زورش به تبهکارا نمیرسه ولی یقه آدمایی که خارج از نوبت تو صف سینما میزنن میگیره، انگیزش برای این رفتار خشونت آمیز دلایل قابل قبول تری مثلا عشق یا دیوونگی نیست، بلکه فشار وردستش هست با بازی الن پیج که کارگر یه مغازه است که کتابای مصور میفروشن. این دختر هم گرفتارش این است که میخواد از روزمرگی کسالت آور خودش فرار بکنه. در واقع موضوع فیلم این هست. ولی بهنام اشاره کردی بعضی منتقدا کارش رو به ژان لوک گودار تشبیه کردند. بعضی از کارهای ژان لوک گودار، حالا شاید این تشبیه هم زیاده روی باشه، ولی جیمز گان در کارهای قبلیش به خصوص فیلم قبلیش استیلر با ژانرهای سینمایی مثلا فیلمهای زامبی بازی کرده بود، ولی تو فیلم سوپر حالا چند قدم فراتر میره به قیمت منزوی کردن تماشاچی. ولی پیامش این است که کسی که دنبال ابرقهرمانی میره به خاطر نیاز بیمارگونه و قابل ترحمی است به جلب توجه. ظاهرا خود جیمز گان هم کارگردان سناریست فیلم به همین بلا مبتلا هست. به قول کارینا لانگورث منتقد ویلج وایس، ای بس که فیلم این هستش که لحن مشخصی نداره و تماشاچی رو آزار میده. ولی تو که میگی به این فیلم واقعا به نتیجه دلخواه رسیده، یعنی توجه منتقدها رو تونسته جلب کنه. درسته خیلی ها رو و خیلی بحث‌های فلسفی فیلم رو شکافتن، چون می‌دونید درباره مذهب هست در واقع، و ضمن اینکه هشدار دادن که تماشاش می‌تونه آزاردهنده باشه. اما اون چیزی که در همه نقدها مشترک است ستایش زیاد از بازی درخشان الن پیج است که به قول کریستی لوماهر منتقد اسوسییتد پرس بازی کاملا فرح‌بخش ارائه داده که به دیدن فیلم می‌ارزه. اما فقدان لحن منسجم رو در فیلم بیشتر منتقدا از جمله الیزابت وایتمن در دیلی نیوز کوبیدن به عنوان مشکل اصلی. خانم وایتمن نوشته فکر اصلی این فیلم بهتر از اجرای فکر است در کار جیمز گان. اما اوین گلیبرمن در انترتینمنت ویکلی نوشته هرچند فیلمی است که تک شوخی داره، روی شوخی بنا شده، اما همین یه شوخی که کل فیلم رو تشکیل میده شوخی خوبی هست. و رین ویلسون هم موفق میشه با رجوع به بدبختی ذاتی این شخصیت، این آشپزی که بازی میکنه، او رو برای تماشاگر ترحم برانگیز بکنه. مرسی بهنام برای این گزارش. دیدار ما تو در شباهنگ فردا شب. مرسی پرسا. دوستان عزیز به دقایق پایانی شباهنگ نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش موزیک ویدیو کاریست از داریوش اقبالی به نام قربت. با هم میبینیم شب و